به نام خدا، سلام میکنم به شما توییت نمایی ها. من تها مجیدی ام. امروز 17 آذر ماه سال 98 و موضوع امروز برنامه‌مون مجلس، یعنی ثبت نام مجلس و کلا اتفاقات که تو این چند روز تو مجلس افتاد. بازم هشتگ نیست و موضوع برنامه‌مون یک موضوعه، فقط حول یک هشتگ صحبت نمی‌کنیم. میرم سراغ توییت ها. محمد رضا باقری نوشته کاش که برای ثبت نام مجلس یک آزمون شبیه کنکور می‌گرفتن. منابعم میشد قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی مجلس، مشروع مذاکرات ادوار مجلس. خیلی طرح خوبیه، استقبال میکنیم. مجتبی زماهنی نوشته سیاستمداری که اعلام میکنه برای نمایندگی برنامه‌ای نداره ولی میاد ثبت نام میکنه دروغگو هست. و مسلماً کسی که برای به کرسی رسیدن دروغ میگه برای حفظش دروغهای بدتری میگه. پس بیایم اسم دروغگوها رو از لیستمون حذف کنیم که 4 سال مجبور نباشیم دروغ بشنویم. بله، مهم هم هست. عباس حسین نژاد نوشته از مرحله احساس تکلیف به مرحله حاجی هول نده در ثبت نام انتخابات مجلس رسیده ایم. امین اسدی فیلم داماد آقای روحانی رو گذاشته که اومد توی انتخابات مجلس آذربایجان شرقی ثبت نام کرد و نوشته که داماد روحانی با شعار مبارزه با فساد پا در عرصه انتخابات گذاشت. خب مبارزه با فساد در کجا؟ در دولتی که پدرزنش رئیس آنجاست یا در مجلسی که حاصل تکرار رفیق گرمابه و گلستان پدرزنش بود؟ واقعا مردم رو چه فرض کردید شما؟ حاسیه دوباره در مورد داماد آقای روحانی نوشته که داماد ناشناخته روحانی چقدر باید خرج میکرد تا همه کانال‌های خبری و پیچ‌ها و اکانت‌های توییتری انقلابی و غیر انقلابی در قالب طنز و متلک و تحلیل و غیره درباره ثبت نامش در انتخابات مجلس مطلب بنویسند و خبررسانی کنند؟ شال سفید ارزان قیمتی که میلیون‌ها تومان کارکرد داشت. اون شال سفیدش خیلی خبرساز شد دیگه. تسنیم این عکسو گذاشته، جلسه ای که لایه بودجه آقای روحانی تقدیم مجلس کرد. نوشته شنوندگان سخنان شیخ حسن امروز در مجلس انگار شیخ داره گل لگد میکنه. نگاه کنید همه دارن سرشون تو کار خودشونه، فکر کنم 2-3 نفر دارن گوش میدن. مهدی کیا یا مهدی کیا نمیدونم نوشته از حجم انبوه کسانی که برای انتخابات مجلس ثبت نام کردن تعجب نکنید. وقتی محمود صادقی و پروانه سلحشوری و علی مطهری نماینده مجلس هستن، مردم حق دارن فکر کنن هر کسی میتونه نماینده بشه. محمد صادق کوشکی نوشته ترامپ به واسطه یه گفتن یه جمله در آستانه استیضاح هست، اما روحانی زندگی مردم و اقتصاد ملی رو به بن‌بست کشان و مجلس همچنان تماشاچیست. مجلس بی‌خاصیت. نظر آقای کوشکی. حاج فیدل نوشته محمود صادقی گفته استفاده دادن ولی هیئت رئیسه مجلس نپذیرفت. احتمالاً هیئت رئیسه امروز با زور بردنش فرمانداری تا برای انتخابات ثبت نام کنه. تو اگه استفاده دادی برای چی امروز رفتی، یعنی دیروز رفتی ثبت نام کردی؟ خالی بندی که دیگه کنترل نمیندازی که. دکتر کد نوشته اگه قالیباف رئیس مجلس بشه، از اونجایی که رئیسی هم رئیس قوه قضاییه است، سال 1400 با رئیس جمهوری جلیلی میتونه پایان حکومت 16 ساله سلسله ویرانگر سمنانیان و آغاز حکومت سلسله پرخیر و برکت خراسانیان باشه. این نظر دکتر کد و توییت آخر. خیلی ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.